پس چیزی را که یادم رفت تو جلسه سوم بهتون بگم سه تا اس داریم ما قله یا صف یا مقاومت این سه تا یکی است اگر استفاده کردم این سه تا یکی است بعدی حفره یا کف یا حمایت خب به این صورت خب اینجا یه دونه حفره هست یا یه کمایت بوده اینجا یک کمایت دیگه بوده و اینجا یک کمایت دیگه بوده این حمایت ها رو به هم دیگه وصل میکنیم میشه روند سعودی اگه شیبش به سمت بالا باشه میشه روندمون سعودی بوده و تونسه به سمت بالا حرکت کنه این بهش میگن روند روند سعودی اتفاق افتاده پس اگر میخوین یادداشت کنیم اگر حفره بالاتر از حفره قبلی بود حفره بالاتر از حفره قبلی بود و قله هم بالاتر از قله قبلی بود اینش میگن روند سعودی هست و این اتفاق افتاده در ما شکستش فعلا نمیخوام صحبت کنیم حفره بالاتر از حفره قبلیه و قله هم بالاتر از قله قبلیه این بهش میگن روند روند سعودی بریم بعدی آیتم بعدی حالا ما روند سعودی رو اوکی کردیم حالا میخوام خط روند رو بکشیم حالا میخوام خط روند رو بکشیم باید چجور خط روند بکشیم حفره ها رو باید به صورت مورب به هم دیگه وصل کنیم این بهش میگن خط روند هست حالا برای اینکه اول کار هستین تازه دارین استارت میزنین به این صورت که هست میان چیکار میکنی این میان خر اساس خطیش کنین که راحت بتونین انجام بدین اما بعدش که یه رفتین جلوتر حتما حتما به اساس کندل انجام بدین کندل و خط نمودار خط تو جلسه سوم توضیح دادم اگر این ویدیو رو داریم میبینیم و این رو نمیدونیم حتما جلسه سوم رو ببینیم که توی سایت وجود داره و تو همین کتگوری یا تو همین موضوعات تو همین دسته وجود داره جلسه سوم رو حتما ببینیم خب پس این به این صورته حفره 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 میریم رو سمت دیدن چیز ببینیم همچین چیزی چیز رو اوکی کنیم آموزش که داده میشه عملی میخوام آموزش بدیم نمیخوام یه چیز آموزش بدیم و بریم به هم دیگه تموم اینجا نگاه کنیم دیگه گفتیم که چیکار میکنیم یه دونه پلتفرمی رو برای خودمون انتخاب میکنیم که من گفتم کارگزاری توانا مد نظرم هست و آموزش کارگزاری توانا هست این رو انجام میدیم و این رو اوکی میکنیم میریم جلو و بر اساس اون اوکی میکنیم حالا یک چیزی رو میاریم مثلا شاخص کن فرق نمیکنه حالا شما مثلا اگر توی فارکس کار میکنی فرق نمیکنه شما میان حالا یه دونه نماد یه دونه سیمبل رو حالا بهش میگن سیمبل توی فارکس و اگه توی رمز ارزها هستیم ارزهای دیجیتال هستیم میشه کوین ها رمز رمز ارز رو پیدا میکنه توی بورس بهش میگن نماد حالا من شاخص کل رو انتخاب کردم روی این کلیک میکنم روی این آپشن که خودشم نوشته شده خط روند این گزینه خط روند خب کف ها رو به هم دیگه وصل میکنم یعنی هر من میزنش به اساس خطی به خاطر اینکه شما هنوز جلسات اولیتون هست میشه خط روند اوکی این میشه خط روند سعودی کف ها رو با هم دیگه وصف میکنیم ابزارش هم این هست و به این صورت زاویه میشه داد مثلا میدین بهترین خط روند خط روندیه که مثلا چهل و درجه باشه خط روند چهل و درجه این هست بهترین خط روند من آروم درس میدم که کاملا متوجه بشین قرار نیست تون تون درس داده باشه زاویه دار و این مال این پلتفرم مال این کارگزاری توانا اینجا هست حالا مثلا تریدینگ ویو یه جای دیگه هست مثلا مال متا جای دیگه هست اینها رو بگرده خودتون دیگه پیدا میکنین توی منوهاش بگردین و توی آپشنهاش بگردین پیداش میکنیم من نمیخوام وقتم رو بال بزنم سه تا پلتفرم مختلف رو درس بدم اگه بخوام سه تا پلتفرم مختلف درس بدم خیلی خیلی کلیپ ها طولانه خواهد شد و زمان زیادی رو گرفته میشه خب بریم اینجا یک دون خط روند رو بکشیم من اساس زاویش نمیکنم کنم و بر اساس همین جوری میذارم یعنی خط روندی خوب است که از بین قیمت ها رد نشه مثلا چی؟ مثلا خط روندی جوری به درد خوره از یا جوری وصف میکنن قل میاد خفره رو به قله وصف میکنه این رو زوم کنم یعنی اومده مثلا اینجا براه. اینجا و این اومده قل... حفره رو به قله وصل کرده این خط روند اشتباه هست و این خط روند صد درصد اشتباه و اشتباه هست خط روند حفره باید به حفره وصل بشه و به این صورته ببینیم حفره به حفره وصل شده قله بالاتر از قله قبلی هست ببینیم اصلا اینجا حالا خط روندیه که شیبش خیلی زیاد هست نگاه کنیم یعنی، ای؟ حفره اینجوری وصل نمی کنی، حفره به قله وصل نمیشه حفره باید از حفره رد بشه و حفره به این صورت وصل بشه یه نمادی بیاریم که بهتر اصلا شکربا اصلا اینجا یعنی ای مثال زیاد زده میشه که شما کامل متوجه موضوع بشین حفره به حفره حفره به حفره وصل شده حالا اینجا قله چرا وصل شده دیگه این شیبه این خطه این به اساس خط وصل شده دیگه این امتداد پیدا که شکست انجام شده و به سمت پایین اومده یکی دیگه می کشم که کنم حدودا 5-6 تا 7 فکرم مثال رو زدم دیگه متوجه شدین که چجوری خط روند رو میکشن اگر سوالی هم باشه توی کامنت ازم بپرسین نذارین سوالاتون زیاد بشه خط روند ابتدایی و ساده ترین آموزشی هست که دارم براتون میذارم و شما میتونین این آموزش رو ببینیم و کاملا آشنا بشیم به خط روند اینم دیگر قرار و آخری باشه اینم خط روند سعودی حفره به حفره داره وصل میشه خب بریم سر وقت پاورپوینت این هم در مورد خط روند و این صحبت ها که شد روند نزولی روند نزولی چیه؟ و چه اتفاقی میافته؟ روند نزولی نگاه کنین قله از قله قبلی پایین تره خب اینجا نگاه اینجا قله از قله قبلی پایین تره قله از قله قبلی این قله از قله قبلیش پایین تره این قله از قله قبلیش پایین تره داره میریزه داره میاد پایین حالا حفره حفره از این حفره پایین تره حفره از این حفره پایین تره این حفره از این حفره پایین تره و این حفره از این حفره پایین تره اوکیه بهش میگن خط روند و این بهش میگن روند نزولی خط روند گفته نمیشه این میشه روند نزولی هست و این اتفاق داره میافته روند روند نزولی هست اوکی خب بریم سر وقت روند نزولی که گفتم یادداشتم و میخوام کنین یادداشت کنیم پس بیام یه دونه قرارداد با هم دیگه میکنیم من ابتدای کار میگم و بعد شما یادداشت کنیم هم کاری رو که توی دوره های حضوری و آنلاین هم انجام میدم توی این پک هم میخوام براتون انجام بدم روند نزولی حفره از حفره قبلی پایین تر است و قله هم از قله قبلی پایین تر است بهش میگن روند روند نزولی هست و این اتفاق میافته خط روند خط روند نزولی چجوریه چه, چه اتفاقی میفته و بر اساس چی کشیده میشه خط روند نزولی یعنی خط روند نزولی قله ها به هم وصل میشه برخلاف روند سعودی که بود توجه کنی روند نزولی قله ها به هم دیگه وصل میشه نگاه کنی این روند سعودی بود و سبزم مشخص شده داره حفره ها به هم دیگه وصل میشه کف ها داره به هم دیگه وصل میشه اما روند نزولی داره صف ها به هم دیگه وصل میشه تا صفه شکست نشه نمیگن روند نزولی اتفاق افتاده شکست اتفاق افتاده یعنی تغییر روند انجام شده بریم روندها ها رو بکشیم که در مورد روند نزولی و سعودی بیشتر آگه خب این روند سعودی بود که پاکش میکنیم میریم روند نزولی رنگمون رو میکنیم قرمز که متوجه بشین که روند روند نزولی است روند سعودی رو هم میکشتم یه زنگی هم خامتش بیشتر کنم که متفاوتها متف... تفاوت ها رو احساس کنیم این زخامتش هم بزرگ کردم که ببینی یعنی این از این روند سعودی سبز حالا دوتاش کنار هم دیگه باشه قشنگ مشخص میشه سبز رنگ روند سعودی است و داره چیکار میکنه کف ها رو به هم دیگه وز کردیم روند نزولی روندی است که صف ها رو داریم به هم دیگه وز میکنه اونش میگن روند نزولیه خب اینجا شما باید بگین فکر کنین روند سعودیه یا نزولیه چند دقیقه من صبر میکنم که شما فکر کنیم و ببینیم باید حفره ها به هم وصل بشه یا قله ها باید به با هم وصل بشه قطعا قطعا دیگه متوجه شدین که روند سعودیه و شخصی هستین که هرفیش دارین میشین و میتونین روند رو بکشین و این رو اوکی کنین این روند سعودیه قله ها رو به هم دیگه وست کردم خب اینجا یک روند نزولیه رنگش حالا تغییر میدم نگاه کنین بهترین حالت این است که بین قله های بیشتری رو به هم دیگه در بگیره و اوکی بشه این قرمز میکنم و اینجا حالا زمانی است که شکست انجام شده و اتفاقی افتاده و در مورد صحبت کنم بالاتر آمده و دوباره اومده توی این قسمت خب روند سعودیش هم میکشیم اینم روند صعودی. اوکیه و اگر سوالی داشته باشین حتما 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 چیز کنین بپرسین سوالتون رو پس این رو من چندین مثال زدم روند نزولی خیلی کم کشیدم دو تا بیشتر نکشتم رنگ مشخص شده بریم سر وقت بریم سر وقت مثلا داغه روند نزولی رو هی بکشم بیشتر بکشم که بهتر متوجه بشه این روند نزولیه میبینین روند نزولی هست شیب داره شیبش خیلی زیاده نزدیک حدود مثلا میگن 90 درجه هست خب حالا به 90 درجه خیلی اختلاف داره اختلاف کمی این زاویه رو بتونیم ما الان به زاویه بکشیم اگر خیلی دی... این شیبش زیاده این شیبش نگاه کنی چقدره چقدر تا نوت اینجا هست چقدر شست و چه شش در اینجا بیس و شیش درجه خیلی نزدیکه خیلی زاویه زاویه چیز هست زاویه بدی داره یعنی این شیبی زیاده شیب نزولی زیاده با مواظبش باشین و خطرناکه این زاویه رو نگاه کنین یعنی پنجام با چهل و پنج فقط پنج درجه متفاوته و خوبتر رفته بالا تونسته اوکی کنه بهترین زاویه زاویه چهل پنج درجه هست که بتونین این رو اوکی کنیم و استفاده کنین زاویه 45 درجه میبینیم این این زاویه بوده که حالا 52 ه خب نزدیکه خیلی حالا 7 درجه متفاوته و حالا خوبه به نسبت خوبه حالا خوب نیست اما به نسبت خوبه اما میبینی همین هم که رفته بالا خوب نرفته بالا و همینی اینجا اومده به سختی تونسته این رو بشکنه و این رو تونسته انجام بده اینجا نگاه کنی 62 شارپی رفته بالا یعنی شارپی رفته بالا و فاصله گرفته سریع احتمال هر اتفاق برایش هست که بیفته این رو شارپی رفتن بالا سمها یا یا هر چیز دیگه ای خطرناک هست و این رو مد نظرتون باشه که این رو بدونی نگاه کنید اصلا پنج و هشته نی. که حالا اینها رو میتونی خط رو... یعنی شد پنجا و هشت. نگاه کن اینها رو میتونی با کندل قاطی کنی حالا فعلا من خط روند رو توضیح دادم شما نمیتونی صرفا بر اساس خط روند و هیچ کندلی رو نمیشناسه و بر اساس خطی نمودار خط وارد بازار بشین فعلا جلسه چهارم هست اگر کسی به همین بازارها به همین سادگی بود خب هر کس پنج ساعت آموزش میدید وارد بازار میشد تلیادر میشد و خارج میشد و ما باید پولدارهای زیادی تو جهان داشتیم اینجوری نیست به این سادگی نیست خیلی موارد های دیگه رو بذاریم بیان های یاد بگیریم و آموزش ببینیم که بتونین استفاده کنیم و بهره رو ببریم. این در مورد خط روند سعودی و نزولی یک نقطه یک نکته که هست نکته بسیار مهمی هست گفته میشه خط روند میگن نکته که هست روند دوست توست با دوست خود نجنگ نگاه کنین یعنی چی؟ یعنی نگاه وقتی که روند سعودیه شما دنبال فروش نباش یعنی مثلا روند اینجوری سعودیه حالا من خیلی زومش کردم خط تاریخ به هم مثلا اینجا روندمون سعودیه هست با روند نجنگ نه یا نقد باش و از بازار سود نگیر یا وقتی که روند نزولیه ش...